سلام، من حدیثه حیدری هستم. در برنامه کیوسک اقتصاد هر هفته با مهمترین عناوین خبرهای اقتصادی همراه ما باشید. آینده برای شرکت‌های ثروتمند است. برای شرکت‌های ثروتمندی که سرمایه‌گذاری بیشتری را در زمینه فناوری آغاز کردند. چین همه معاملات ارزهای رمزنگاری شده را غیر قانونی اعلام کرد. حمله بانک مرکزی به نرخ سود بین بانکی. در نخستین هفته پاییز سیاست بانک مرکزی در قبال بانک‌ها تغییر کرده و اقدام به بست نقدینگی در این نهادهای مالی نمود. خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه. ایرانی‌ها دومین کشوری هستند که بیشترین خانه را در ترکیه خریداری کردند. دروغ می‌گویند. بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند. در هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این القاب دروغی نیست که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند. وعده‌های تورم‌زای ترودو و احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره. اگر دولت او بخواهد این وعده‌ها را اجرایی کند، کشور با خطر افزایش تورم روبرو خواهد شد. منتظر افزایش ارقام قبض گاز در کانادا باشید. افزایش قیمت نفت و نیز مواد خام سبب شده قیمت گاز طبیعی نیز بالا رود. خودروهای خارجی گران شدند. هنوز تکلیف مسببه واردات خودروها معلوم نیست. ارز 4200 تومانی در خط پایان. تصمیمات مبهم در خصوص حذف ارز ترجیحی وارد کنندگان را بلا تکلیف کرده است. ممنون که همراه ما هستید. تا هفته آینده خدا نگهدار.